سلام و درود خدمت بینندگان کانال جدید. من علی اشترکی هستم که همراه با همکارانم امروز با یکی دیگه از برنامه‌های همبستگی در خدمت شما عزیزان هستیم. که در ابتدای برنامه من چند تا خبر براتون آماده کردم از دنیای پناهندگی که در هفته اخیر اتفاق افتاده و در ادامه برنامه گفتگویی با عبدالله اسدی داریم در این رابطه. در هفته گذشته یورش وحشنه پلیس نروژ در ساعت 5 صبح به کمپ برگن برای دیپورت یک پناهجوی ایرانی اتفاق افتاده که بازتاب زیادی در فضای مجازی به همراه داشته. در این واکنش پلیس نروژ در واکنش به این خبر اعلام کرده که این جوان نوکش مسیح قصد خروج از کشور را نداشته و ادعا می‌کند که مدارکی را در این زمینه در دست دارد. این جوان ایرانی که به دین مسیحیت روی آورده بود در حالی که هنوز 19 ساعت از ساعت تاریخ ترک خاکش باقی مانده بود توسط پلیس برای بازپس فرستادن به ایران دستگیر می شود که متاسفانه در حین دستگیری صدمه می بیند و پلیس مجبور به انتقال او به بیمارستان می شود. کشیش کلیسایی که این جوان نوکش در آن فعالیت می کرد در مصاحبه با روزنامه داگنز می گوید که اگر این جوان در جریان دستگیری به خود صدمه وارد کرده باشد در واکنش به شرایط سختی بوده که در آن گرفتار شده بود. همزمان وکیل این پناهجو هم تاکید می‌کند که کار پلیس به معنای سلب آزادی کسی باشد که هنوز از نظر قانونی اجازه اقامت در آن کشور را داشته است و او می‌افزاید که در نظر داشته مدارک جدیدی به پرونده این جوان مسیحی بیفزاید. و در ادامه خبر بعد مربوط به دختر بچه لطیفه رحمانی، دختر بچه 12 ساله افغانستانیه که به دلیل ممنوعیت پیوند عضو در بیمارستان نمازی در شهر شیراز متاسفانه فوت می‌کند. پدر لطیفه میگوید که تقریبا 2 هفته بود که دخترش در بیمارستان بستری بوده و خود او حاضر بوده که کبدش رو به دخترش اهدا کنه، اما به دلیل نداشتن مدارک شناسایی و نداشتن هزینه های درمان، پزشکان و مسئولین بیمارستان از انجام این عمل خودداری کردند. او همچنین میافزاید که دخترش با پای خودش وارد بیمارستان شده، اما متاسفانه الان برای تحویل دادن جنازه دخترش به او باید مبلغ 17 میلیون تومان را به حساب بیمارستان شیراز واریز کند که ما این عمل و قانون ضد بشری و ضد پناهجویی جمهوری اسلامی ایران را به شدت محکوم میکنیم. در ادامه شماره پناهجویانی که برای برگشت داوطلبانه به وطن خود کمک هزینه دریافت میکنند افزایش یافته است. فشار درخواست‌های زیادی برای دریافت کمک هزینه برگشت داوطلبانه باعث آن شده که زمان طی مراحل این امور از سوی اداره مهاجرت خیلی طولانی‌تر شود که تاکنون در سال جاری 1300 پناهجو کمک هزینه برگشت به کشور خود را دریافت کردند. این رقم در سال گذشته حدود 216 نفر اعلام شده بود که این افزایش چشمگیر به دلیل برگشت شماره زیاد پناهجویان به کشورهای عراق و افغانستان است. در ادامه افزایش ورود پناهجویان از طریق سوئیس به آلمان، پناهجویان اخیراً از طریق کشورهای سوئیس خود را به آلمان می‌رسانند. به گزارش یک روزنامه آلمان ترس از آن وجود دارد که سوئیس به مسیر سفر مهاجرین به سوی آلمان تبدیل شود. حالا مهاجرین با مسدود شدن مسیر بالکان از این راه استفاده می‌کنند. با این توجه که این اتفاق در آلمان افتاده، پلیس آلمان به شدت مرزهای خودش رو با کشور سوئیس تحت کنترل شدیدتری قرار داده. و خبرای من در اینجا به پایان رسید و در ادامه برنامه گفتگو رو با عبدالله اسدی داریم. مرسی. با سلام گرم و صمیمانه خدمت بینندگان گرامی کانال جدید، امیدوارم که خوب و سر حال باشید. من فرشته نظام‌آبادی گفتگویی دارم با عبدالله اسدی، دبیر فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی، در مورد اخباری که در اول برنامه خدمت شما عزیزان خونده شد و همچنین سوالاتی که از شما عزیزان به دست ما رسیده. آقای اسدی، به برنامه خودتون خوش اومدین. خیلی ممنون. من هم ببینندگان عزیز سلام عرض میکنم. آقای اسدی، نظر شما رو می‌خواستیم بدونیم در مورد اخبار پناهندگی و توصیه‌ای که به بینندگان عزیز ما داریم. من اگر بخوام اظهار نظر بکنم سر اخباری که الان خونده شد، می‌خواستم نکاتی رو بگم. به ویژه در مورد پناهجویی که هفته گذشته در نروژ
این پناهجو جواب رد میگیره، بعد توی کمپ میمونه، بعد خلاصه مورد شناسایی پلیس قرار میگیره و صبح زود بریزن توی کمپی که اونجا هست، میخوان ببرن اخراجش کنن. خب مقاومت میکنه، دستش به تخت و دیوار و اینا میزنه، بعد خونالود میشه و به طرز بسیار وحشیانه این پناهجو رو میخواستن بگیرن و بفرستن ایران که بالاخره شرایط جسمیش طوری میشه که مجبور هستن که در بیمارستان نروژ بستریش بکنن. خوشبختانه تا الان که در این با هم صحبت میکنیم هنوز خبری از اخراجش و اینا نیست. امیدوارم که بشه مثلا اخراجش رو به کشور ایران متوقف بشه. این خبری بود. به هر حال هم بگم که خب این وضعیت در خیلی جا هست، در همین سوئد هم هست، در آلمان هست، در خیلی کشورهای مختلف هست. همین الان در سوئد صحبت از اینه که مثلا قرار 80,000 پناهجو که جواب رد گرفتن و یا از این به بعد جواب رد میگیرن از این کشور اخراج بشن. خود طبعا بسیاری از این پناهجویانی که از این کشور قرار اخراج بشن بیشتر از کشورهای دیگه اومدن یا توی کشورهای دیگه اروپا ثبت نام شدن و مشمول قانون دابلین و اینا شدن و به اون کشورها بعضیا برمیگردونن. ولی میخوام بگم که اخراج پناهجویان خیلی گسترده شده و سختگیری ها در مورد مسائل پناهندگی خیلی بیشتر شده و الان که بعض در این اخبار شنیدیم که گویا پناهجویان اگر قبلنها از راه اتریش وارد آلمان می شدن که راحت تر بود، الان اون راه خیلی مسدود شده و خیلی کنترل پلیسی و مرزی وجود داره و پناهجویان راههای دیگه رو پیدا کردن، از طریق سوئیس وارد آلمان میشن. و به هر حال این دنیای پناهندگی هر چی سخت و سخت‌تر میشه، خب تلفات پناهندگان خیلی بیشتر میشه، اتفاقات ناگوار خیلی زیاد میشه، غرق شدن پناهجویان در دریاها مرتب اخبار شما میشنویم و میبینیم و اینا نگران کننده هست برای پناهندگان و برای شرایط و موقعیتی که امروز دنیای پناهندگی توش قرار گرفته است. در همین مورد خبرهای خیلی زیادی هست، بحثهای خیلی زیادی هست، قوانین خیلی سختگیرانه داره به تصویب میرسه، نه تنها در کشوری مثل سوئد یا آلمان بلکه در کل اتحادیه اروپا میخوان این کارو بکنن، میخوان یه سیاست واحد در مورد پناهجویان و در مورد شرایط پناهندگی داشته باشن و دنبال این هستن که این سیاست های واحد تقریبا با توافقات کل کشورهای اتحادیه اروپا انجام بگیره و این توافقات هم مبناش اینه که به هر حال هرچه بتونن کنترل مرزی داشته باشن و جلو پناهندگان و جلو ورود پناهجویان رو به اروپا بگیرن، کاری که الان امروز ما به وفور داریم میبینیم. آقای اسدی، یه سری سوالات رو ما از عزیزان به دستمون رسیده که من یه دونه از این سوالات رو میخونم. سلام آقای اسدی، چند تا سوال داشتم. حقیقتش این است که خانواده من شامل خانومم به همراه بچه هم تقریبا یک سال پیش به سوئد اومدن ولی به دلیل عدم مدارک کافی درخواست پناهندگیشون رد شده. خودم هم در مسیر رفتن به سوئد در مرز آلمان دستگیر شدم و از من اثر انگوش گرفتم. از این موضوع 10 ماه می گذرد، هنوز هم در آلمان زندگی می کنم و کسی هم ندادم و حتی ثبت نام نیز نشدم. نمی دونم خودم رو معرفی کنم یا نه. اگر معرفی کنم چه اتفاقی برای خانوادم می افته؟ لطفاً اگر میشه راهنمایی کنید. خب خیلی خبر
مشکلی هست راستش. اینکه مثلا طرف یه سال پیش خانواده‌اش اومدن تو سوئد، اونم جواب رد گرفتن، بعد از یه سال خودش میخواد با خانواده‌اش بپیونده، در مرز آلمان دستگیر میشه و بعد به گفته خودش اونجا اثر انگشت میگیرن. اثر انگشت از کسی میگیرن به معنای ثبت نام هست، در حالی که خودش بعض در پایین نامه میگه ثبت نام هم نشدم، خودم هم معرفی نکردم، ولی اون پلیسای مرزی که روز اول اونو دستگیر میکنن تنها اینجوری نیست که انگوشش رو روی کاغذ میذارن و اثر انگوش میگیرن، اسم و مشخصات ازش میگیرن، عکس ازش میگیرن و کلن مشخصاتش رو توی آلمان ثبت کردن و این هر زمان بخواد چه در آلمان و چه در سوئد و هر کشور دیگه ای خودشو معرفی بکنه میفهمن یه زمان معینی توی آلمان ثبت نام شده و این ثبت نام ممکنه باعث بشه که اون دیگه از آلمان نتونه خارج بشه و اگرم بخواد خارج بشه بیاد سوئد، بعد یه راهی پیدا بکنه بتونه خودشو برسونه، اون از راه قانونی که نمیتونه بیاد و به خاطر خانواده‌اش هم نمیتونه بیاد، یعنی اجازه رو نداره به اینکه پناهنده است اونجا، به اینکه اولین کشوری که ثبت نام شده و اثر انگشت ازش گرفتن توی آلمان هست. اینکه آینده بچه‌هاش چی میشه من هم نمیدونم. این بچه‌ها طبیعتاً اگه جواب رد گرفتن خب لابد وکیلی دارن، لابد باید برن شکایت بکنن، دوباره پروندهشون مورد بررسی قرار بگیره، یا اینکه پروندهشون به مراجع بالاتر از اداره مهاجرت فرستاده بشه و توی مراجع بالاتر مثلا در موردش تصمیم گیری بکنن، چیزی که در کشورهای اروپایی به هر حال مرسوم هست. پناهنده از اداره مهاجرت جواب رد میگیره، دو تا مرجع دیگه بالاتر از اداره مهاجرت هست که در سالها و ماهای متفاوتی این پرونده رو دوباره بررسی میکنن، زیر ذره‌بین میذارن، در خیلی موارد تصمیم گیری درستری میگیرن، به طرف اجازه اقامت میدن و در بسیاری موارد هم هست مراجع بالاتر هم پاسخ اداره مهاجرت رو تایید میکنن و برای همیشه به یک پرونده جواب رد میدن و برای همیشه این پرونده رو میبندن و ممکنه بعد از این هم در شرایط خطرناکی، یعنی در شرایط اخراج به کشور خودشون هم قرار بگیرن. ولی توی این کشورها این امکان وجود داره، این فرصت ها وجود داره، بتونن از راه‌های مختلفی و از راه‌های حقوقی و قانونی استفاده بکنن دوباره پرونده‌شون رو به جریان بیندازن. یه سوال دیگه هستش از رسیده برای ما که براتون میخونم. نوشتن که میخواستم بدونم پناهنده‌ای که به کشور خودش دیپورت شده و مسائلی که از آن میترسید براش اتفاق افتاده، آیا بعد از بازگشت دوباره به اروپا باز هم قانون دوبلین و خطر دیپورت دوباره براش وجود داره و اینکه دوباره چه تأثیری روی پروندهش خواهد گذاشت؟ خب این معمولا کسانی که از کشورهای اروپایی نه تنها در سوئد اخراج میشن، معمولا توی نامه نهایی که بهشون میدن بعضی ها از یک سال ممنوع ورود میشن، یعنی به اروپا، یعنی یک سال نمیتونه وارد محدوده شنگن بشه. بعضی ها مواردش فرق میکنه، مواردی هست دو سال، مواردی هست پنج سال هست، یعنی اون هم چون برگشته به ایران و رفته وارد کشور خود شده دوباره، ولی اون میتونه خب میتونه شرایط خطرناکی داشته باشه و این شرایط خطرناک اینه که مثلا تحت تعقیب پلیس و مرجع قضایی کشور قرار گرفته باشه. خب در این صورت
دوباره میتونه فرار کنه و به سوئد بیاد، ولی خب از راه قانونی به خاطر این مقرراتی که گفتم ممکنه نتونه وارد بشه، ولی از راه‌های غیر قانونی بتونه وارد بشه و اگر بتونه از این طریق وارد بشه دوباره این اجازه رو داره، به شرطی که وارد خاک این کشور شده باشه، دوباره این اجازه رو داره درخواست پناهندگی مجدد بکنه. و قانون دابلین هم در موردش اجرا نمیشه، چون اون زمانی رفته کشور خودش و از کشور خودش برگشته. اگر یک کشور دیگه میرفت و دوباره وارد میشد این درست بود، شامل قانون دوبلین میشد و دوباره اخراج میشد، ولی چون رفته کشور خودش و اگر هم از هر طریقی بتونه دوباره وارد این کشور بشه میتونه درخواست پناهندگی بکنه، حتی اگر 6 ماه هم از زمان گذشته باشه، ولی مستقیما از راه قانونی به خاطر مقرراتی که هست نمیتونه. سوال دیگه‌مون در مورد که البته خیلی واقعا تکان دهنده است. گفته که من با اجبار خانواده‌ام با مردی ازدواج کردم، بسیار مذهبی و سختگیر و بد اخلاق است. از او 2 دختر زیر 14 سال دارم و دخترانم خیلی مشکل دارن و حتی دختر بزرگم اجازه نداره به جز مدرسه جای دیگری بره. البته خیلی خلاصه میگم و نمیتونم برای طلاق هم اقدام کنم، چون حق طلاق با همسرم هست و تهدید میکنه که اگر تقاضای طلاق بکنم اجازه نمیدهد دخترها با من زندگی کنن. با اینکه بچه‌ها هیچ تمایلی به زندگی با پدرشون ندارن، میخواستم بپرسم اگر به همراه فرزندانم فرار کنیم به کانادا یا اروپا، اونجا به ما پناهندگی میدن یا نه؟ خب اگر واقعا این هم مثلا همجوری که میگه خیلی زندگی اسارتبار، من به این میگم زندگی اسارتبار، به این که بالاخره یک خانواده تحت تاثیر یک مرد متعصب و یا مثلا تحت حاکمیت یک مرد متعصب قرار میگیرن، اونم 2 دختر، شاید اونم توی جامعه‌ای که مثلا قوانین اسلامی حاکمه و قوانین ضد زن حاکمه و این اجازه رو مرد داره که مثلا به عنوان فرد برتر توی خانواده، خب میتونه به مراتب این شرایط بدتر بشه برای اینا. ولی آیا اینا اگر به کشوری مثل کشورهای اروپایی مثلا وارد بشن یا به قول خودش کانادا میخواد بره، خب در درجه اول مهم اینه که آیا این میتونه وارد اروپا یا مثلا کانادا بشه، و دومش اینه که وقتی وارد هر کدوم از این مناطقی که گفتم بشه، مهمش اینه که دلایل کافی برای پناهندگیش داشته باشه. آیا این دلایلی که همین الان در این 4 خط برای ما توضیح داده میتونه کافی باشه؟ شاید نه، من میگم نه. و خیلی چیزای دیگه باید وارد پروندهش بشه که بیشتر از این مثلا کلیاتی هست که توی این چند خط برای ما نوشته، چون مقامات اداری و وزارتخانه هایی که توی این مملکت های غربی هستن خیلی زیاد در این مورد سوال میکنن، یعنی از متقاضیان پناهندگی با جزئیات مثلا میپرسن، مثلا از شرایطی که این خانم مجبور میشه با یه مردی ازدواج کنه که خودش دوستش نداره از ابتدا و تحت تاثیر پدر و مادر و بقیه بستگانش و خانوادش مثلا تحت فشار اجتماعی یا تحت فشار زور و اجبار این کارو میکنه، خب خیلی طبیعی هست چنین زندگی هیچ وقت نمیتونه تبدیل بشه به زندگی پایداری، چون از ابتدا اینا با زور و تحت فشار
و فشارهای اجتماعی و خیلی مسائل دیگر ریشه دار در جامعه این زندگی تشکیل شده، میتونه هر روز بد و بدتر بشه، میتونه شرایط این زندگی این بچه ها و این خانم خیلی بدتر بشه. ولی اگر رفتن توی یک کشوری درخواست پناهندگی کردن، باید دلایلشون خیلی کافی باشه، دلایلشون خیلی مثلا قانع کننده باشه، چون اینا از اول ازدواج میپرسن توی مواردی که مثلا زندگی کردن، توی چند سالی که زندگی کردن، بعد اینکه دو تا بچه به دنیا میارن، بچه بزرگتر میشن، توی اون چند سال چقدر طرف مثلا اذیت شده، چقدر کتک خورده، چقدر مثلا این مسائل رو با پلیس در میان گذاشته، با مراجع قضایی اون کشور در میان گذاشته و چقدر در این رابطه کمک کردن یا اگر کمکی نکردن چرا نکردن، کی و چه تاریخی مثلا شکایت کرده رسیدگی نکردن. چون برایشون مهمه که این که مثلا خواسته طلاق بگیره، مثلا مرده گفته خب اگه تو طلاق بگیری بچه ها رو بهت نمیدم. خب این خیلی مهمه، بالاخره زنه فکر میکنه که خب بچه ها رو خودش به دنیا آورده و خودش میخواه بزرگش کنه و دست اینو در صلاحیت خودش میبینه، در صلاحیت مرده نمیبینه. خب باید بره همینه رو بگه، بره همین مسائل رو مطرح کنه، بگه تاریخ زندگیشون، بره اتفاقاتی که توی اون تاریخ بین اینا افتاده اینا رو بیان کنه و اتفاقاتی از این دست که مثلا انعکاس بیرونی یا پیدا میکنه یا به کارش به دادگاه و مرجع قضایی و امنیتی کشیده میشه و اینا همش کمک میکنه به یه پرونده پناهندگی، به ویژه زنی که مثلا تحت فشار ازدواج میکنه و اسمش از ازدواج اجباری و بعداً در پس این ازدواج ممکنه اتفاقات ناگوار بیشتری بیفته و این اینها رو میدیده و بعد به خاطر همین است که زودتر خواسته خودشو به این شکل خلاص کنه و اینکه حق طلاق هم توی ایران طبیعتاً نداشته یا این امکان رو برش فراهم نکردن، این کار رو را خانواده نمی کنه، شواره نمی کنه، اطرافیان نمی کنن، نمی دونم یه مسئله سنتی وجود داره اجازه نمیده. اینا مجموع مسئله هست که می تونه برحال کسی که در خواست پناهندگی به ویژه این خانم با دخترش در واقع می تونه مثمر ثمر باشه، در واقع یه جورایی تو ممکنه که تو این رابطه حتی جونش هم به خطر بیفته. همین خیلی ها جونشون به خطر میفته توی کشورهای مثل ایران، توی کشورهای مثل عراق، افغانستان، به ویژه خاورمیانه و توی همین کشورهای اروپایی در میان خارجی ها با همون افکار میان، با همون افکار برخورد میکنن به کودکانشون، با همون افکار برخورد میکنن به زناشون، به دختراشون. خیلی دخترهای آدم های متعصب مذهبی اجازه نمیدن توی مملکت دخترشون مثلا مثل دخترهای سوئدی، دخترهای آلمانی وارد این جامعه بشن، کنترلشون میکنن، اذیتشون میکنن، سر دوست پسر گرفتن، سر مثلا علاقه پیدا کردن، عاشق شدن، همه اینا مثلا محدودیت زیاد برشون قائلن، بعضن میزننشون، از دستشون فرار میکنن، با پلیس پناه میبرن. این شرایط جامعه همیشه همه جا این مسائل هست، ولی خب در کشورهای مثل ایران طبعا به خاطر قوانین ضد زنی که وجود داره این مسائل خیلی بیشتر هست. سوال بعدیمون در واقعا اینم خیلی ناراحت کننده است. با عرض شرمندگی، من 27 سال از طرف خانواده‌ام مورد آزار و شکنجه قرار می‌گیرم. پشت کمرم، روی پاهام و دو تا دستام و بدنم جای سوختگی با زغال و آتش سیگار هست. چند بار از خونه فرار کردم ولی باز پیدا کردم. خانواده‌ام بسیار معتقد به خدا و پیغمبر و متأسف هستم. اگه میشه راهی نشونم بدین، من از ایران با شما تماس میگیرم، پیام میدم.
نمیدونم چی بد بگم، چرا اینا که اینقدر معتقد به خدا و پیغمبر و دین دارن چرا باید اینقدر خشن باشن نسبت به کودکشون، نسبت به بچهشون، نسبت به زنشون، نسبت به اطرافیانشون، نسبت به مخالفینشون؟ واقعا در داور کسی مثلا توی این موقعیت و توی این شرایط قرار میگیره و توی خانواده شکنجش میکنن. من اون الان من عکسش هم دیدم، عکسایی که مثلا با سیگار پاشو دخ کردن روی دستش، اینها رو هم الان توی عکس توی تلگرام فرستاده هست، دیدم. خیلی دردناکه واقعا، آدمو خیلی ناراحت میکنه. این چه خانواده ای هست، این چه افکاری هست، این چه رفتاری هست، این رفتار از کجا میاد، از چه جریانی، از چه سیاستی، از چه فرهنگی پیروی میکنه و اینا خیلی دردناک هستش. ولی واقعا من نمیتونم مثلا به این دوستمون چیز مشخصی مثلا بگم، ولی اگر اون خودشو به هر کشور اروپایی برسونه و این اکثر رو نشون بده و بتونه ثابت کنه توی شرایط بدی تو خانوادش بوده و به دلایل معینی اینجوری داغش میکنن، دستشو میسوزونن، پاهاشو میسوزونن و شکنجش میکنن در واقع با آتیش، خب 100% بهش پناهندگی میدن، 100% اونو مراجعش میدن به پزشک و روانشناس و اینا و دوباره تراپی میشه و این سالها باید تراپی بشه اگر برسه توی کشوری سوئد و یا هر کشور اروپایی، چون توی موقعیت خیلی مردم تو زندان های مثلا جمهوری اسلامی این بلا سرشون میارن و شاید توی این مکتب هم جمهوری اسلامی نتونه کار اینجوری بکنه، ولی توی خانواده اینقدر نسبت به کودکشون بی‌رحمن که باید مثلا با سیگار دستشو بسوزنن یا پاشو بسوزنن یا شکنجش کنن یا هر جا فرار کرده دوباره برن پیداش کنن، دوباره بیان توی همون زندگی اثرت بعد نگرش دارن و این بلاها سرش بیارن. مثلا این خبر رو میبینه خیلی ناراحت میشه و بعضی وقتا میگه خب این چه افکاریه، واقعا چیکار باید کرد؟ ولی من همین رو میتونم بگم که این دوست عزیزمون هیچ راهی من برش ندارم، ولی اگر زمانی برای به هر کدوم از این کشورها باشه با فدراسیون ما، با سازمان ما، با فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی تماس بگیره، 100% کمکش میکنن به اینکه تو این جامعه بتونه بمونه. خیلی ممنونم از اینکه به هر حال راهنمایی کردین بینندگان ما رو و از شما بینندگان عزیز خیلی متشکرم که تا این لحظه برنامه ما رو دنبال کردین. شماره تلفن و ارتباط با فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در پایین صفحه قرار داره و شما میتونید با ما ارتباط بگیرید. در همین جا از فرشاد ابوالحسنی که وظیفه فیلمبرداری و تدوین برنامه رو به عهده داشتن و همچنین از کانال جدید برای پخش این برنامه خیلی متشکرم. آرزوی خوب و لحظات خوشی رو براتون دارم. من هم اوقات خوبی برای همه بینندگان عزیز آرزو میکنم.